امروز میخوایم با هم دیگه یه کباب لوپلوی خیلی خوشمزه درست کنیم که مخصوص مهمونی ها و دوره همی هاست. با من همراه باشین تا تمام فوت و فنش رو یاد بگیریم. مواد لازم: برنج 4 پیمانه، گوشت چرخ شده 300 گرم، زعفران دم شده 2 قاشق غذاخوری، سوماق 1 قاشق غذاخوری، فلفل نصف قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، زردچوبه نصف قاشق چایخوری، کره 50 گرم، پیاز رنده شده و آب گرفته 1 عدد و گوجه درشت 1 عدد. برای شروع میایم گوشتمون رو همراه فلفل، نمک و زردچوبه و پیاز رنده شده و آب گرفته با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم. گوشتمون که به انسجام رسید، ببین که روی حرارت علاقه کنیم باقی کارو. الان میایم تاوامون رو میذاریم روی حرارت، یه مقدار کره توی تاوامون میریزیم، تمام تاوه رو آغشته به کره میکنیم. اینجا گوشتی که آماده کرده بودیم رو میذاریم کف تاوه و با دستمون پهنش میکنیم. شما باید در نظر بگیرید که قراره این کبابو تو چه قابلمه یا ظرفی بذارین، نسبت به اون بازش کنید. من سایز قالبم 15 هست، پس زیاد بازش نمی کنم کبابم. آب برنجمون رو گذاشتیم جوش اومد، برنجمون رو به آب اضافه میکنیم. الان کبابمون داره یه طرفش سرخ شه، تا زمانی که یه طرفش کامل سرخ نشده برش نگردیم. برنجمون هم گذاشتیم تا بجوشه و برای آبکش کردن آماده بشه. من الان یه طرف کبابم سرخ شده، برمیگردونم تا طرف دیگه سرخ شه. من الان دو طرف کبابم سرخ شده، از توی تابه درش میارم. و گوجه رو به تابه اضافه میکنم. بذارید کاملا گوجهاتون سرخ بشه. برنجمون هم اینجا در حال جوشیدنه. صفای روی برنج رو میگیرم. وقتی برنجتون به آخرای آبکش شدن، یعنی نزدیک اینه که آبکش کنید، یکم آب سرد به برنجتون اضافه کنید. این باعث میشه تا برنجتون بهش شوک وارد بشه و قد بکشه. خب اینجا میایم گوجه هامونو میچرخون، طرف دیگه شم سرخ بشه. حتما گوجه هاتون رو سرخ کنید. الان برنجمون آماده است. اینجا برنجمون رو آب کش بکنیم. الان کبابمون آماده شد، گوجه هامون سرخ شد و برنجمم دم کردم. اول میام توی کاسه یه مقدار از برنجمون رو می‌ریزیم. و بهش زعفرون اضافه می‌کنیم. این یه غذای خیلی خوشمزه است، راحته
و مناسبه برای مهمونی ها و دور همی هست. من از یه قالب سایز 15 اینجا استفاده کردم، شما میتونید از قابلمه استفاده کنید. اول میایم کف قالبمون یه مقدار کره میندازیم و خوب کف قالب و دیواره هاشو به کره آغشته میکنیم. بعد از برنج زعفرونی که داریم کف قالب میریزیم و با کمک لیسک کف قالب یک دست پخش میکنیم. من اینجا از خوشکو کمک میگیرم و برنج رو کف قالبم به صورت کامل فشردهش میکنم. بعد میان کبابمون رو میذاریم وسط. روی کبابمون رو با گوجه میپوشیم. روی گوجه ها سماق میپوشیم. برنج ساده با برنج ساده روی موادمون رو میپوشیم. با کمک لیسک موادتون رو فیکس کنید توی هم. وقتی برنجمون رو کاملا فیکس کردیم دور قالب یکم کره میذاریم. این کار کمک میکنه تا برنجی که دور قالب هست فشرده بشه و تقریبا مزه خوبی بگیره. بعد با یه فویل در قالبمون رو کامل میپوشونیم، روش چند تا سوراخ ایجاد میکنیم و قالبمون رو میذاریم روی گاز با حرارت بالا به مدت 5 دقیقه. اول قالبمون رو روی حرارت بالا میذاریم به مدت 5 دقیقه، بعد از 5 دقیقه حرارت رو کم میکنیم و حدوداً 40 تا 45 دقیقه میذاریم تا کباب لاپولومون کاملا پخته و برشته بشه. الان حدود 45 دقیقه از پخت کباب لاپولومون گذشته. فویل رو برمیدارم. یکی از نشونهای پخت اینه که دور و اطراف برنجمون گرفته. الان میبریم تا تو ظرف سرومون برش کردیم. ظرف سرومون رو میذاریم در قالب و قالب رو برمیدارم. خب الان از قالب درش رو بردیم. با زرشک، خلال پسته، خلال بادوم تزیینش میکنیم. اینم کباب لاپولوی خوشمزمون که به صورت قالبی درست میشه و خیلی خوبه برای مهمونی ها و دور همیان.